فلا ربينا بالقاس المحاضر صلى الله عليه المعصوم اللهم كل وليك الحجة من الحسن سلامتك عليه اثری مخصوص به خود دارد. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت كل عصام، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء،
اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. یک سری گناهان سبب حبس دعا می شود، یه دست از گناهان سبب نزول بلا می شود، یک دست از گناهان سبب تغییر نعمت ها می شود، یک دست از گناهان سبب می شود که نعمت ها تغییر پیدا کند. از لسان زین العابدین علیه السلام رسیدیم به اینجا: و الذنوب التي تحت كل اسم. اما اون گناهانی که سبب می شود آبروی ما ریخته شود و رسوا شویم، شرب الخمر، شرابخواری و میگساری، لعب القمار، بازی با قمار، سوم و المزاح، شوخی های بی جا، که تا این فقره بحث شد. چهارم از گناهانی که سبب ریختن آبرو می شود و لغو، سخنهای بیهوده گفتن. گاهی یک کلمه حرف سبب ریختن آبروی انسانی می شود. این است که در حفظ لسان بزرگان ما تأکیدات زیادی کردند. علامه طباطبایی رضوان الله علیه می فرمایند به شاگردشون آقای ابراهیم امینی که تو 40 روز زبانت را از معاصی لغو لغو حفظ کن. پس از 40 روز اگر چشمه های حکمت از قلب تو به زبان تو جاری نشود، طباطبایی را لعنت کن. حفظ لسان در 40 روز از لغو و معاصی اینقدر اثر دارد. پس مراقب گفتارمون باشیم. یک کلمه لغو ممکن است آتش ها را روشن کند. پنجم از معاصی که سبب می شود آبروی ما ریخته شود. و ذکر و عیوب ناس، ذکر کردن عیوبات مردم. بسم الله الرحمن الرحیم: ویل لکل همزه لمزه. قرآن می فرماید وای بر هر همزه لمزه. تفسیر قمی همزه را چنین معنا می کند، می فرماید کسانی که طعن به مردم می زنند. بعضی ها هستند زبانهای طعنه‌ای دارند، میرسن یه نیش زبانی میزنن، میرسن یه طعنه‌ای میزنن. اینها همزه هستن. لمزه کسانی هستن که با زبان، با دست، با چشم، با ابرو عیوبات مردم را به دیگران تفهیم میکنن. قرآن میگه وای به حال اون انسانی که به دیگران طعنه بزند و یا عیوبات دیگران را برملا کند. در بیان امیر المؤمنین سلام الله علیه می فرمایند که انسانهای عیبجو مثلشون مثل ذباب است. مثلهم که مثل ذباب، مثل اینا مثل مگس است. هوای گرم تابستان یه ملافه کشیدی رو بدنت و خوابیدی، این مگس میاد شروع میکند یه پرواز اکتشافی کردن. نقاط صحیح و سالم بدن رو کاری نداره. یک جوش کوچک چرکی یا یه زخم کوچک کنار قوزک پات زده، میاد میشینه درست همونجا.
نیشش هم شروع میکنه فرو کردن. تمام بدن صحیح و سالم رو رها کرد، اومد نشست اونجا. مولا میگه انسانهای عیبجو مثل مگس میمانند. دوستش، رفیقش، فامیلش، همسرش هزار حسن دارد، نمیبینه، شده مگس. اومده رفته رو همون یه نقطه، هر کجا میشینه صحبت اون بنده خدا میشه همون یه نقطه رو مطرح میکنه، بین فامیل همون یه نقطه رو مطرح میکنه که فلان چنین عیبی دارد. مؤمن حسن هاش هم ببین، روایت داره مثل المؤمن که مثل النحله، مثل مؤمن مثل زنبور عسل است. زنبور عسل کجاها میشینه؟ جاهای خوب، رو گلها. چی میذاره؟ عسل. مؤمن دنبال حسن هاست، مؤمن دنبال عیب ها نیست. در بیان حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علی و علیه السلام میفرمایند که اگر شما ببینید برادر دینیتون خوابیده، ملافه رفته کنار، مقداری از بدن اون پیدا شده، چه میکنید؟ اصحاب گفتن خب معلومه، ما میریم این ملافه رو میریزیم رو بدن او که جایی از بدن او رو دیگران نبینن. فرمود کلا بل تکشفون آنها. فرمود نه، شما اینجوری نیستید، عوض که ملافه رو بندازید میرید ملافه رو بر میدارید که همه عیوبات او را مردم ببینند. گفتن یا نبی الله، در قالب این مثال چی خواستی برای ما بگی؟ حضرت فرمودن یکی از شما بر عیوبات برادر دینیش واقف میشه، عوضی که بپوشاند عیب او را، پرده او را کنار میزنه. شروع میکنه سمپاشی کردن، شروع میکنه تبلیغات منفی کردن. و چه بس آقا آبروی مسلمانی رو ما بردیم تو زندگی آمون، در حالی که یقین نداشتیم اون چه این عیبی رو داشته باشه. یک کیش نیدیم یه علا ما نقل، حالا این آیه علا ما نقل کی هست؟ یه علا ما نقل که نقل شده، به ما گفتن این آقا اینجوریه. نبی بزرگوار سلام الله علیه می فرماین اون چه که با چشمت دیدی حق است، اونم حق نداری بگی. اون چه که با گوشت شنیدی اکثر باطل است. اکثر سماعیات ما باطل. بعد ما می بینیم که مسلمانی آبروش حیثیتش ریخته میشه. شنیدی؟ از کی شنیدی؟ حدیث می خونم، خوب دقت بفرمایید. به موسی بن جعفر علیه السلام عرض میکنه علی ابن رسول الله، چیزی از برادر دینیم برام نقل میکنن، عیبی رو، صفت بدی رو، و اینا که نقل میکنن ثقن، قوم ثقات، راستگو هم هستن. دل من نسبت برادر دینیم چرکی میکنم، میرم پیش خودش، حدیث سوال میکنم که میگن تو این کارو کردی، میگن تو اینجوری هستی. خودش میگه نه، من این کار رو نکردم. وظیفه من چیه؟ حرف خود جو بزنم یا حرف 50 نفر رو؟ حضرت فرمودن حرف اونها را قبول نکن. بعد جمله عجیبی حضرت فرمود، کذب سمعک و بصرک. فرمودن گوشت را و چشمت را تکذیب کن، دیدی خطا کرد. خودش میگه من این کار رو نکردم، به چشت بگو تو دروغ میگی، به گوشت بگو تو اشتباه شنیدی. تا اینجا ببینید چقدر شرع انور به ما درس اخلاق داد. تو اشتباه کردی، آی گوش تو اشتباه شنیدی، مقصودش این نبود. ذکر نکنید عیوبات مردم را. خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم روی منبر فرمود، فرمود مردم هر کس آب روی مسلمانی را ببرد و بره در جوف بیتش، انتهای خونش، سوراخ خونش،
مخفی بشه، خدا تو اون سوراخ خونش هم که هست آبروشو میبره و میریزه، به خاطر اینکه آبروی مسلمانی رو ریخت. بعضی آقا مبتلا به امراض مختلف میشن مال ریختن آبروی دیگرانه. مثلا شرع انور به ما میگه تصریح قرآن، ما میگه ولا تجسسو، تجسس تو کار مردم نکن. چه اینقدر فضولی؟ خونش رو عوض کرد، به تو چه؟ قرآن میگه به تو چه؟ ماشینش رو عوض کرده، به ما ربطی نداره. هر روز از کوچه‌وار نو میپوشه، به ما ربطی نداره. از کجا آورد فرشاش رو عوض کرد؟ به من و تو ربطی نداره. در صفات مؤمن در جلد 67 بهار دارد که من صفات المؤمن ان یکون جوال الفکر جوهری الذکر کثیرا علم عظیما حلم معلم الجاه مذکر القافل. می فرماید لا حساس ولا جساس. مؤمن حساس نیست نسبت به مردم، مؤمن جساس نیست، مؤمن تجسس نمی کنه نسبت به مردم که آبرو یک مسلمانی رو ببره. ما وظیفه نداریم تو کار هم دیگه بریم. نقل میکنن به شیخ الانصاری علی الله مقامه، میگن که شیخ انصاری فلان آقا چطور انسانیست؟ سوال میکنن راجع به یه نفر از شیخ انصار. خب انسان وظیفش چیه؟ ایشون شروع کرد خدا را حمد کردن، چند بار گفت الحمدلله 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 رب العالمین. گفتن شیخ جواب بده، جای حمد نیست، اون آقا خوبی یا بده؟ شیخ فرمود من خدا را شکر میکنم که از اول عمرم تا حالا که ریشم سفید شده شیخ انصاری شدم، امروز یه آدم کاملی رو پیدا کردم، همه عیوبات خودش رو رفع کرده، خودش رو تربیت کرده، رفته سراغ یه دیگه، حال یکی دیگر رو میپرسه. الحمدلله که ما همچون آدم کاملی رو دیدیم که دیگه خودش هیچ عیب و نقصی ندارد، رفته سراغ دیگران و حال دیگر رو میپرسه. خدا میدونه. به خود بی بی زینب سلام الله علیه که امشب شب میلادش، اینقدر عمری که ما صرف میکنیم به پرداختن به دیگران، یک دهمش رو اگه برای آدم شدن خودمون صرف کرده بودیم حالا آدم شد. پیغمبر میفرماد تو خاری را، خار رو تو چشم برادر دینیت میبینی؟ یه خار کوچولو رو ببینی، یه بی کوچیکش رو ببینی، ما این شاخ بزرگ رو تو چشم خودت نمیبینی؟ این سرتاپات لجنه، سرتاپات کسافته، خود هزار تا کسافت کاری داری. خدری برو تو سراغ خودت. چه شده که ما مردم اینجور شدیم خود را فراموش کردیم و شبان روز ما به دیگران طی می شود و این سرمایه و عمرمون رو گذاشتیم بر دیگران؟ فرمود فردای قیامت بعضی وارد آتش جهنم میکنن. پیغمبر فرمود تو آتش اینو گوشتای تنشون رو میخورن. جبرئیل اینا کیان؟ فرماد اینها کسانی هستند که گوشت‌های مردم را به وسیله غیبت در دنیا جویدند و خوردند. عیب جویا. فرمود فردای قیامت بعضی ها میان تو محشر زبونای درازی دارن، زبونش از این بره محشر دراز رفت اون بره محشر، چند کیلومتر زبان داره، خودش افسریه است، زبانش میدون شهدا، خودش میدون شهداست، زبانش مشهد. اینا کی هم؟ فرمود اینا زبون درازوی دنیا. امشب میری تو خونه از بلوار و ابوذر
زبونت دراز میشه میری غرب تهران غیبت فامیلت و برادرت دینیتو میکنی. تجسم این زبان درازی این است که قیامت زبونتو دراز میکنن، زیر پای اهل محشر میدازن. اینقدری به خودمون بیای، این انسانی که سر تا پای تو عیب است و نقص است، چه شده که خودت غافل شدی؟ ویلون لکل همزه تلین لمزه، خدا با ما چجور معامله کرد؟ یا من الهر الجمیل و ستر القدیل، خدا با ما چی میخونیم؟ و کم من سنائن جمیل لست و اهل لهو نشرته، خدایا چه سناهای زیبا تعریفای خوبی هم من تو اجتماع پخش کردی، این که من اهلش نیستم. مردم فکر میکنم من اهل نافل هم، تو که میدونی من نافل نمیخونم. مردم فکر میکنم من اهل توسل هم، تو که میدونی من اهل توسل نیستم. کمون نبیه این سترته، روایت داره خدا مؤمن رو تو 72 پرده پیچونده. وقتی که یه گناهی کبیره میکنه که پرده هاشو میزنه کنار. اگر 72 گناه کبیره بکند و توبه نکند، دفعه 73 که میخواد گناه کنه یه پرده اینم بود، این دفعه گناه کنه میخواد رسوا شه. حضرت رؤوف مهربان جل و علا به دو ملک میگه برید زمین، بال و پرهاتون رو باز کنید، دور این بنده گناهکار من بگیرید. این پرده هاش دریده شده دیگه، پرده ای نداره. این دفعه هم که گناه میکنه مردم رو در حال گناه نبینن که مفتزه شد. چیکار کرده با ما؟ لو تکاشفتون ما تدافنتون، پرده ها بره کنار که علی میگه همدیگه رو دفن نمی کنین زیر زمین، جسداتون رو باید گرگای بیابونا بخورن، اینقدر شما ها کسی. پرده ستاری رو انداخته. من فکر میکنم تو خوبی، تو فکر میکنی من خوبم. ای خدایی که با ما اینجور مدارا کردی، میگه بابا تو هم آیه گناهکارا مدارا کن، تو هم یه عیب دیدی برملا نکن. تو 50 سال آبروی مؤمنی را با یک غیبت و با یک تهمت بردی، خدا تو رو نمی آمرز. یا آقای میمد در مجالس شرکت میکرد، مرد میان سالی بود، حدود 40-45 سال، من تازه اسمش یاد گرفته بودم، در اکثر مجالس ما میومد. یه روزی که هم مؤمنین منو صدا زد، به حاج آقا گفتم بله، گفت این آقا رو میشناسیش؟ گفتم نه، 2-3 سال میاد تو مجالس ما. گفت نمیشناسیش؟ گفتم خیر. گفت به یعنی گردن کلفت های مولوی بود و جوانی چاقو کشید و یکی رو کشت و رفت زیر تریلی مخفی شد و صبح گرفتنش و بردن زندان. آقا تمام شخصیت این آقا رو جلو ما خراب کرد و خورد کرد. آتا حرفش رو زد، من نگاهی بهش کردم، گفتم کدوم دین به تو اجازه داد که آبروی او رو پیش ما ببری؟ کدوم دین به ما اجازه داد؟ شاید اون توبه کرد. 2 سال میاد تو مجالس روزه، محاسن هم داره، نماز جماعت هم میاد. فرمان هر کس رو دیدی بگو هم من بهتره. اگه ظاهر بره بلو ظاهرش، اگه ظاهر نداره میفرماید امام رضا علیه السلام که شاید در باطن این آقای رابطه با خدا داره که من ندارم. اون بنده خدا نمیدونم از کجا متوجه شد که این آقا به ما گفت رفت و دیگه از اون شب در مجالس نیامد. ما حق داریم برای یه مسلمان اینجا ببینیم؟ 20 سال پیش گناهکار بوده، چلو توبه کرد. بعد 20 سال که میبینیش
حالا توبه کرده، پیرمردم شده، مقدسم شده. من دیدم اون بغل دستش میگه که حالاشو نگاه نکنی، از اون پدر سوخت دعا بوده، حالاشو نگاه نکنی، اینش گذاشت و متدین شد. این ملاک نیست. و چقدر ما با آبروی مردم تا حالا تو زندگیامون بازی کردیم و آبروی مسلمون ها را بردیم. اگر ارزی را ببری، خدا ارزت را میبره. یه قصه از مرحوم قوام میگم، دعاتون کنم. فرمودم رفتم برم منزل آقای سید مهدی قوام رضوان الله تعالی علیه. اونش توی کوچه مدرسه مروی بود. دم در خونه سید دیدم یه تحاف، یه گاریچی، یه گاری گذاشته و میوه میفروشه. قیمت کردم میوه ها رو، سیبا چند، گلابی ها چند. گفت میخواه بره خونه سید. گفتم بعد گفت هر قیمتی دلت میخواد بدی بده. گفتم چطور اینقدر تو اظهار علاقه میکنی؟ گفت من تمام زندگیمو مدیون عایشه مهدی قوام. گفتم میشه قصه تو برام بگی؟ گفت بله. گفت من یه دوز دغلی بودم، خیلی دوست داشتم آبروی خانه ایشون رو بزنم. میگم سید تو خونه چی داره؟ دوست داشتم خونه ایشون رو بزنم. حالا شاید بخواسته باید تیمم و تبرک مثلا ببر. ما شهرستان منبر میرفتیم، روز اول دوم بود، زمستان سردیم، کفشمو برد، کفشمونم نو دوخته بودیم، سفارش تو یه آقای دوخته بود. بعد که خود برفم بود یه دو تنپایی بودن تو برقا رفتن برای خیابون یه جو کفش دیگه خرید. حالا من گفتم باید تیمون و تبرک برده دیگه، بعضی دوست دارن چیزی از دست سادات. گاهی پیش میاد دیگه، مأخوذ به حیا میکنه انسان رو، یه چیزی از آدم میگیرن. حدیث داره این جوان ها گاهی تو رو در وسیع از هم دیگه چیزی نگیرید و خوب نی. حدیث داره المأخوذ حیاءً کالمأخوذ غصبًا. اگر در حیا و رو در وسیع چیزی از کسی بگیری، انگار رو غصب کردی. میرسن به هم دیگه، عجب انگشتر قشنگی داری، انگشتر شاد دستش در میاری، طفلی هم مأخوذ به حیا. اگه تهی دلش ناراضی باشه نمازی که میکنی، ذکر که با تسبیح بنده خدا میگیری مسجد جمع کردن نماز امام زمان رو میخونی، مأخوذ به حیا نکنی. مردم خیلی هستن، مردم رو در تنگنا میبینن با حیا هستن، در مأخوذ به حیا قرارش میدن، بعد دستش تسبیحشو میگیرن، میرن ذکر میگن، انگشترشو میگیرن، سجادهشو میگیرن. و اول نمونه زیاد داشتیم. حتی تو کارهای خیر هم مردم مأخوذ به حیا نکن. یعنی من خودم میدیدم وقتی یک مرتبه مثلا یک کسی رو برای یک کار خیر میگم شما فلان کار رو مثلا 100,000 تومان بدید، دیگه دنبالش نمیگیرم. میگم خب اگه این براش مقدور بود خوش انجام میداد دیگه. دفعه دوم که تلفن کنم میگم مأخوذ به حیا باشه، نداشته باشه، دستپالش خالی باشه. اینا درس اخلاق برای ما. ما میرسیم تو رو دروسی، بنده خدا رو جنس ازش میگیریم و برمیداریم میبریم تو رو دروسی، یه چک 6 ماه هم بهش میدیم و بعد چک هم برمیگرده، باز مأخوذ به حیاش میکنیم، یه سال مردم رو اسیر میکنیم. و اگر تهی دلش ناراضی باشه، وای بر احوال ما. گفت دوست داشتم خونه سید رو بزنن. کشیدم یه روز که سید با همسرش رفت بیرون، از بالای دیوار خود من انداختم تو خونه و گشتم اتاقا رو، یه جفت قالیچه زرنین پیدا کردم. دو تا قالیچه رو تا کردم گذاشتم زیر بغلم. گفتیم حالا از راه روی خونه بریم بیرون. از راه رو که اومدیم بریم بیرون، یه مرتبه در صدایی کرد و سید با عیالش اومد تو. چیزی یادش رفته بود، بنده خدا جا گذاشته بود برگشت. برادر خونه‌های قدیمی هم دیده بودید، راه راه های طولانی داشت و هشتی داشت، ما خیس عرق. و سید شروع کرد ما یه سلام علیک گرم کرد، فلانی سلام علیکم، خیلی لطف کردید، مشرف فرمودید. روشو کرد به همسرش، گفت عیال میگن انسان پیر شه کم حافظه میشه، واقعا ما هم کم حافظه شدیم. من دیروز که
مقام معظم رهبری در سوریه و لبنان هستند کتابی دارن به نام الشام و اهل البیت. در کتاب الشام و اهل البیتش می نویسد یک مردی از حجاز روانه حرم مطهر علی بن موسی رضا علیه السلام شد. می فرماین بین راه که می اومد دزدها بهش حمله کردن، اموالش رو غارت کرد. این بزرگوار متوسل شد با آقای امام زمان علیه السلام. حضرت رو صدا می زد، کنیه که مورد علاقه حضرت است، یا ابا صالح المهدی ادرک. خیلی حضرت این کنیه ها علاقه دارد. هر وقت گرفتار شدید، مخصوصا به جوان ها عرض میکنم، مخصوصا این نوجوان ها، از همین الان امام زمانتون رو فراموش نکنید. یا ابا صالح المهدی ادرکنی، یا فارس الحجاز اقسنی، یا ابا القاسم عرشه. خیلی ها به این کنیه حضرت علاقه دارن. یعنی کسانی که با این کنیه ها رو صدا بزنن، حضرت زود جوابشون رو میدن. ای ابا صالح المهدی، ای پدر صالح امت، ای مهدی فاطمه، که ما بدون حضور تو یتیمیم، اگرچه هممون هم پدر داشته باشیم. می‌فرماید دامن حضرت رو گرفت. قیاس است که از القاب حضرت، یا قیاس، ای فریاد رس. زود حضرت فریاد رسی میکنن. فرمان که دامن حضرت رو گرفت و توسل پیدا کرد، برخورد کرد به امام زمان علیه السلام، ولی خوب حضرت رو نشناخت. حضرت بهش فرمودن که میری به سامر راه. یه مبلغ هم حضرت بهش پول دادن، من این پول رو بگیر برو سامر راه، این پول تا سامر راه تو رو میرسون. وقتی که رفتی سامر راه، میری منزل میرزای شیرازی، به میرزای شیرازی سلام برسان، به میرزا بگو میرزا، به این نشانه که چندی قبل دمشق بودی، با ملا علی کنی رفتی در حرم امام زینب، دیدی زوار حرم رو کثیف کردن، گشتی جارو پیدا کنی، حرم امام جانم رو جارو کنی، جارو پیدا نکردی. با ملا علی دوتایی عباهاتون رو از روی دوشتون برداشتید و با عباهاتون حرم امام زینب را جارو کردید. من هم اونجا بودم، آمده بودم امام زینب را زیارت کنم. به این نشانه مخارج راه تو بگیر، برو زیارت جدم امام حسین. اومد خدمت میرزای شیرازی در سامر را، سرا گفت. میرزای شیرازی بلند شد، گفت اجازه بده من چشمای تو رو ببوسم. اون چشمی که به صورت زیبای مهدی فاطمه افتاده بوسیدن داد، چشمها را بوسید و به اون مخارج راه را داد. اومد تهران، سر راهش که میخواست بره مشهد، رفت خونه ملا علی کنی، قصه را به او هم گفت. ملا علی هم چشمای او رو بوسید، گفت حضرت امری نکردن که منم یه خدمتی انجام بدم؟ گفت نه. شروع کرد گریه کردن ملا علی، گفت پس من قابل نبودم، مهدی فاطمه به من امری رو نکردن که انجام بدم. آقای فهری این رو تأیید میاره برای این که احتمالا قبر بی بی زینب در شام باشه. اونچه مهمه این که ما به روح بی بی کار داریم، نه به جسمشون. قبرنا فی قلوب محبینا، قبر بی بی زینب امشب تو دلت است. همینجا شب گریه هم نیست، اما چه کنیم، بعضی تولدها تو هم با گریه بوده. منم یه مختصر اشاره میکنم، برادر عزیزمون حاج مهدی آصفی با لحن گرمشون انشالله در مدح بی بی زینب براتون
میخونم و این رو بدونید امام زمان علیه السلام خیلی به عمه جانشون علاقه دارن، خیلی دوست دارن عمه جان. این که عرض کردم موثقین ما نقل کردن در تریه منبر حضرت ولی عصر در سرداب سامر رادید آیت الله سیبوی بزرگ عموی این آیت سیبوی که منبر میدن آیت الله سیبوی بزرگ ایشون نقل کرده که از اعاظم علما بودن در کربلا اینا نماز میخوندن صدای این بارا که حضرت ولی عصر از پشت سر شنیده بودن تو سرداب. حضرت به زبان فارسی هم فرموده بودن که به دوستان ما بگو خدا را به عمم زینب قسم بدن که خدا فرج مرا نزدید. سوگند به نام جاودان زینب، سوگند به چشم خون چکان زینب، هرگز نکند حسین نومید مرا چون میدمش قسم به جان زینب. چون میدمش قسم به جان زینب، علامه جزایری در خصائص زینبی گش می نویسد وقتی پیغمبر از سفر اومد قنداق زینب و بغل گره دیدن زینب گریه می کنه، علی بغل گرفت آرام نشد، حسن بغل گرفت آرام نشود، می فرماید رسول خدا فرمود بگید حسینم بیا، ابی عبدالله آمدن قنداق رو بغل گرفتن، یه جمله در گوش زینب فرمود زینب آرام گرفت. علامه میگه کسی نفهمود حسین چه گفت در گوش زینب، میگه من احتمال میدم فرموده باشه خواهرم گریه نکن گریاتو بذار برو کربلا،